معماری مدرن متعالی بین دو تا جنگ جهانی اول و دوم، یعنی عمدتاً تو دو دهه 1920 و 1930 تو اروپا و آمریکا مطرح میشه تا معماری به شکل مدرن خودش به کمک معمارای بزرگ این دوره به شهرت و قدرت زیادی برسه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بزرگمهرم از گروه تایملس روم. تو این قسمت از تاریخ معماری میخوایم با هم شاهد اوجگیری سبک مدرن تو هنر و بالاخص معماری باشیم. توی همین دوران مدرن متعالی بود که سبکی به نام سبک بین الملل برای طراحا مطرح شد. معمارای بزرگی مثل والتر گروپیوس، میس ون در روهه، لو کوربوزیه و کلی معمار و طراح و شهرساز دیگه با کارها و فعالیت‌های خودشون کاری کردن که مفهوم جدیدی برای معماری شکل بگیره. ما هم توی هر قسمت سراغ یکی از همین معمارای بزرگ این دوره میریم تا ببینیم چه تأثیراتی در زمینه معماری گذاشتن. برای این قسمت هم از والتر گروپیوس و مدرسه باهاوس شروع میکنیم. تو سال 1906 تو شهر وایمار آلمان مدرسه‌ای تو زمینه هنر و صنایع دستی تأسیس میشه به ریاست هنری واندولده، نقاش بلژیکی. واندولده رو باید از اپیزود نهضت هنر نو به خاطر بیارین. نقاشی که به خاطر گرایشی که به سبک آرت نوو و طراحی داخلی و معماری پیدا کرده بود، مغازه‌ای با اصول نهضت هنر نو طراحی کرد و این نهضت رو پرورش و گسترش داد. واندولده که قبل‌تر توی بلژیک و شهر بروکسل زندگی می‌کرد، تو سال 1906 به آلمان رفت و تو شهر وایمار این مدرسه رو تأسیس کرد. اون معتقد بود که دروس به جای آتولیه باید توی کارگاه و به صورت عملی تدریس بشن. در هر حال بعد از حدود 13 سال، یعنی تو سال 1919 و بعد از جنگ جهانی اول، واندولده ریاست مدرسه رو رها میکنه و این وظیفه رو به عهده معمار جوونی به نام والتر گروپیوس میذاره. گروپیوس تو همون سال مدرسه رو تغییر سازمان داد و اسم اون رو به باهاوس به معنای خانه معمار تغییر داد. مدرسه‌ای که داخلش هنرمندا و معمارا با هم دیگه کار میکردن. گروه ما به تازگی پادکست زده به نام پادکست گره که تو یکی از اپیزوداش احسان در مورد شرایط تاریخی اون زمان آلمان و شرایط تاریخی زمان احداث مدرسه باهاوس بیشتر توضیح داده. اگه علاقه دارین لینکش رو توی توضیحات میذاریم، به پادکست سر بزنین و گوش کنین. بعد از ریاست گروپیوس مدرسه بیشتر به سمت طراحی سنتی و فرم‌های مکعب شکل ساده گرایش پیدا کرد و هنر از هر گونه تزئینات تهی شد. 5 سال بعد گروپیوس در یک یادداشت به نام هنر و تکنولوژی یک وحدت جدید اعلام موضع کرد و در اون تفکر و بینش مدرسه رو توضیح داد. والتر گروپیوس تکنولوژی رو یک موضوع مستقل از مقوله هنر نمیدونست و بر این نظر بود که در تکنولوژی و تولیدات صنعتی زیبایی و هنر وجود داره. به خاطر همین توی مدرسه باهاوس هم از مصالح مدرن و طرح‌های تولیدات صنعتی به دور از هر گونه تزئینات و تنها با نمایش عملکرد ذاتی خود مصالح تو طراحی ساختمان‌ها استفاده شد. استفاده از مصالح مدرن مثل بتن، فلز و به ویژه شیشه، اونم توی سطوح عظیم و چی غالب از ساختمان‌ها شد. از نظر گروپیوس و بقیه همکاراش زیبایی مصنوعات مدرن تو عملکردشونه. زیبایی هواپیما تو پرواز، زیبایی لوکوموتیو تو حرکت و زیبایی دستگیره در تو باز کردن در. پس هنرمندا و معمارایی که این عقیده رو دارن سراغ طرح‌های پیچیده و پرتزئین نمیرن، چون اصلاً اون رو زیبا نمیدونن. به همین خاطر فرم تقریباً تمام ساختمان‌های این دوره به شکل مکعبی ساده در میاد. تو سال 1924 گروپیوس به خاطر فشارهای سیاسی کشور آلمان مجبور شد مدرسه رو به شهر دساو منتقل کنه و تو این شهر ساختمون معروف مدرسه باهاوس رو تو 2 سال طراحی و اجرا کنه. گروپیوس سردر این مدرسه هم عبارت فرم تابع عمل کرده رو نصب کرد تا نشونه‌ای باشه به عملکرد گرایی و توجه به کاربرد فرم. جمله هست از خود گروپیوس در مورد عملکرد گرایی که دوست دارم دقیقاً از رو براتون بخونم. یک ساختمان مدرن باید به دور از هر گونه تحریف‌های زائد و بیمورد و هر گونه تزئینات و جزئی‌گرایی باشد و جهان مکانیکی و جابجایی سریع معاصر را منعکس کند.
این معمار تو خود ساختمون مدرسه باهوس هم عملکردهای مختلف رو مثل کلاس‌های درس، دفاتر آموزشی، خوابگاه دانشجوها و کارگاه‌ها رو به خاطر کاربرد متفاوتشون تو ساختمون‌هایی با کالبد متفاوت جا داد. فرم کلی خود مدرسه هم به شدت ساده است و از چند تا مکعب مستطیل که با هم ترکیب شدن تشکیل شده. بقیه ساختمان‌های گروپیوس هم از نظر فرمی تقریبا به همین شکلند. برای مثال کارخونه کفش فاگوس داخل آلمان که تو سال 1911 یعنی حتی قبل از جنگ جهانی اول و احداث باهاوس توسط گروپیوس و آدولف میر طراحی شده. کاملا ویژگی‌های کاربردی بنا توی فرم ساختمون مشخصه. مکعبی ساده و بدون تزیینات که توی خلقش فقط و فقط به عملکرد اون دقت شده. اما برگردیم به خود مدرسه. باهاوس یکی از مهمترین مدارس هنری تو دهه 1920 و اولین مدرسه معماری به شکل مدرن بود. اساتید این مدرسه تو همه زمینه‌های هنری مثل نقاشی، صنایع دستی، تولیدات صنعتی و علل خصوص معماری توجه خودشون رو به آینده معطوف کردن و راه رسیدن به اون رو به کارگیری و الهام گرفتن از ایده ها و فناوری های مدرن می دونستن. از افراد بزرگی که در این مدرسه حضور داشتن میشه به یوهانس ایتن، واسیلی کاندینسکی، هانز میر، میس وندروهه و کلی هنرمند سرشناس دیگه اشاره کرد. اما گروپیوس، بنیانگذار و متفکر اصلی این مدرسه، در اثر فشارهای سیاسی نازی ها مجبور شد از ریاست مدرسه کنارگیری کنه و هانز میر رو به جای خودش رئیس مدرسه کنه و خودش هم به آمریکا مهاجرت بکنه و تو دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس بشه. اون تو آمریکا هم کارهای زیادی انجام داد که از مهمتریناش میشه به طراحی و ساخت سفارت آمریکا در آتن یونان اشاره کرد. گروپیوس تا اواخر عمر خودش هم به نقش و اهمیت صنعت تو زندگی مدرن و معماری مرتبط با اون معتقد بود. اون تو سخنرانی خودش تو شیکاگو تو سال 1965 بیان کرد: امروز معمار دیگر ارباب صنایع ساختمانی نیست. بهترین صنعتگران رهایش کردند و او تنها بر روی تلی از آجرهای شکل نیافته جا مانده و از ضربه عظیم صنعتی شدن بیخبر است. معمار اگر رفتار و اهدافش را برای مقابله با وضعیت تازه اصلاح نکند، ناچار به واگذاری نقش خود به مهندسان و مردان علم و سازندگان است. این قسمت از تاریخ معماری هم تموم شد. البته که داستان باهاوس همچنان ادامه داره. توی قسمت آینده در مورد میس وندروهه و ارتباطش با مدرسه باهاوس، همینطور سرنوشت این مدرسه بیشتر با هم صحبت میکنیم. فیلمی هست به نام لوتان باهاوس، محصول کشور آلمان، که سرگذشت هنرجوی به نام لوته توی این مدرسه رو صحبت میکنه در موردش. اگه به محتوای این قسمت علاقه داشتین و میخواین که توی اون حال و هوا بیشتر قرار بگیرین، پیشنهاد میکنم که این فیلم رو هم ببینید و از دست ندید. در آخر هم ممنون میشم برای پیشرفت محتوای ما. نظرات و انتقاداتتون رو برای ما کامنت کنین و برای حمایت از ما محتوا رو با دوستاتون به اشتراک بذارین و یا از طریق لینک حامی باشه زیر ویدیو حامی ما باشین. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.